هیل نشریه کنگره آمریکا در مطلبی به قلم آلن گلدسمیت نوشت: یک سال بعد از اعتراضات گسترده در ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید برای کمک به ایرانیان بیشتر تلاش کنند. یک سال پیش تمام ایرانیان محروم به طور گسترده‌ای به خیابان‌ها آمدند تا شکایات خود را از رژیم حاکم ابراز کنند، در حالی که تهران این تظاهرات را سرکوب و معترضان را دستگیر کرد. چنین تظاهراتی در سراسر 2018 ادامه داشت. در حالی که مردم ایران همچنان زندگی خودشان را در معرض خطر قرار می‌دادند، به طور علنی خواستار آینده‌ای بهتر و آزادتر شدند. از این رو ایالات متحده و اروپا باید تلاش بیشتری برای حمایت از آنها بکند. در ادامه گزارش نشریه کنگره آمریکا می‌خوانیم: منطق حکم می‌کند که ظلم و ستم علیه مردم ایران ادامه خواهد داشت مگر هزینه‌های سوء رفتار آن بسیار زیاد شود. به همین دلیل است که ملت‌های مسئول مانند ایالات متحده و متحدان اروپایی ما نیاز به افزایش فشار بر دولت ایران دارند. متاسفانه در رابطه با حقوق بشر آنها بسیار کم چنین فشاری را اعمال کردند. اتحادیه اروپا بیش از آن که به آنها کمک کند به مردم ایران آسیب رسانده است. آمریکا باید از مردم ایران پشتیبانی کند، حتی اگر این به معنای ایستادگی به تنهایی باشد.